أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را انذار کن پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید. گفت ای قوم، من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم، خدا را پرستش کنید و از مخالفت او بپرهیزید و مرا اطاعت نمایید. اگر چنین کنید خدا گناهانتان را می آمرزد و تا زمان معینی شما را عمر می دهد، زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد تأخیری نخواهد داشت اگر می دانستید. نوح گفت پروردگارا، من قوم خود را شب و روز به سوی تو دعوت کردم، ما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود و من هر زمان آنها را دعوت کردم که ایمان بیاورند و تو آنها را بیامرزی، انگشتان خیش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند. پس من آنها را با صدای بلند دعوت کردم، پس آشکارا و نهان حقیقت توحید و ایمان را برای آنان بیان داشتم. آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد، شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. را شما برای خدا عظمت قائل نیستید، در حالی که شما را در مراحل مختلف آفرید تا از نطفه به انسان کامل رسیدید. آیا نمی دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است؟ ماه را در میان آسمانها مایه روشنایی و خورشید را چراغ فروزانی قرار داده است؟ خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید، پس شما را به همان زمین باز می گرداند و بار دیگر شما را خارج می سازد. خداوند زمین را برای شما فرش گسترده ای قرار داد، از راه های وسیع و دره های آن بگذرید. نوح بعد از نومیدی از هدایت آنان گفت پروردگارا، آنها نافرمانی من کردند و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزوده است، این رهبران گمراه مکر عظیمی به کار بردند. گفتند دست از خدایان و بت‌های خود بر ندارید، به خصوص بت‌های ود، سواع، یقوس، یعوق و نصر را رها نکنید، آنها گروه بسیاری را گمراه کردند. خداوندا ظالمان را جز زلالت میفزا. آری سرانجام همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند و جز خدا یاورانی برای خود نیافتند. نوح گفت پروردگارا، هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار، تا که اگر آنها را باقی بگذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند. پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز و ظالمان را جز هلاکت میفزا.